تاریخ تکرار می شود. بار اول به عنوان تراژدی، سپس نمایش کمدی. این جمله معروف کارل مارکس، اندیشمند بزرگ آلمانی در رابطه با تاریخ فرانسه است. تاریخ تراژیک مد نظر مارکس به دوران قدرت گرفتن ناپلئون بناپارت اشاره داره و تکرار اون به شکل نمایش کمدی به دوران لویی بناپارت یا ناپلئون سوم اشاره میکنه. اما ناپلئون بناپارت کی بود؟ لویی بناپارت کیست؟ چرا روایت یکیشون تراژیکه و دیگری کمیک؟ اساساً بناپارتیسم یعنی چی؟ ایران ما از تجربه فرانسه چه تأثیری گرفته؟ ما در دقایق پیش رو به این سوالات پاسخ خواهیم داد. سلام، من احمد هاشمی هستم و اینجا پادکست مورخه. بریم ببینیم چی شد. به سنت همیشگی مورخ، منابع رو خدمت شما معرفی میکنیم. ما در این قسمت 4 منبع داریم. اول، کتاب تاریخ جهان اثر فیلیپ فرناندس. دوم، کتاب اثر انقلاب اروپا در 1789 تا 1848 اثر اریک هابسبام. سوم، کتاب 18 برومر لویی بناپارت اثر کارل مارکس. و در نهایت 4، کتاب ناپلئون اثر هنری بیل ملقب به استاندال. یه نکته را من همینجا ابتدا عرض کنم، تلفظ درست اسم بازیگر اصلی این قسمت از مورخ هست ناپلئون بناپارت، اما در ادبیات مصطلح سیاسی ایران به ناپلئون بناپارت معروف شده. پس پیشاپیش از اینکه کامنت نمی‌کنید که بلد نیستی، اشتباه گفتی، این بود و این نبود، خیلی سپاسگزارم. از اینجا به بعد در این قسمت ما ایشون رو ناپلئون بناپارت صدا می‌کنیم، یا حتی یه جاهایی صمیمی‌تر بهش میگیم ناپلئون. حالا بریم در دل تاریخ. پانزدهم آگست 1768 میلادی، جزیره کورس یا کورسیکا، جزیره‌ای که سابقاً مستقل بود با تباری ایتالیایی که به تازگی هم البته به اشغال فرانسوی‌ها در اومده بود، شاهد تولد فرزندی در خانواده اسم و رسم دار بناپارت بود. خانواده‌ای که در زمان به دنیا اومدن این فرزند شرایط دوگانه عجیبی داشتند. چرا؟ با اشغال کورس توسط فرانسویان، آقای شارل بناپارت یعنی پدر خانواده دست زن و بچه رو میگیره و میره تو کوهستان تا به مبارزین علیه اشغالگران بپیونده. اما یک مرد با نفوذ معتاد به قمار ممکنه سیاستمدار خوبی باشه، اما بعید ازش مبارز قابلی در بیاد. پس شارل خیلی زود تونست با قوای اشغالگر معامله کنه اصلا و در نهایت استقلال طلبان رو دور بزنه و اینطوری بشه نماینده امپراتوری فرانسه در کورس. خلاصه که آقای ناپلئون بناپارت فرزند همچین خانواده‌ای بود. در تاریخ یکی از روش‌های کشورهای استعمارگر از جمله فرانسه برای ادغام فرهنگی و اجتماعی مناطق مستعمراتیشون چی بود؟ اینکه فرزندان چهره‌های پرنفوذ جامعه را جذب خدمات دولتی یا نظامی کنند. این وضعیت برای ناپلئون هم پیش اومد. باباش تونست آقازادش رو بفرست ارتش. ناپلئون نوجوان هم رفت آموزش زبان فرانسوی و همینطور آموزش نظامی دید و در نهایت شد افسر جوخه توپخانه. اما این سمت خیلی جایگاه اشرافی و ویژه‌ای نبود. در واقع ناپلئون در دل جامعه بسیار سلسله مراتبی و طبقاتی فرانسه دهه 1780 میلادی قرار بود بشه یک آدم متوسط. اون اما تبدیل شدن به یک شهروند متوسط فرانسه رو دوست نداشت.
عمیقاً به استقلال کرس معتقد بود ایشون و به خاطر گاوبندی باباش با فرانسویان از همون ابتدا از پدرش بدش می اومد حتی. در نتیجه با رؤیای استقلال ناپلئون بناپارت به کرس بازگشت. حضور ناپلئون جوان در کرس موفقیت آمیز نبود. استقلال طلبان به خصوص رهبرشون آقای پاولی روی خوشی به جوان ارتشی نشون نمی دادند. چرا؟ چون اونها منتظر بودن هر آن ارتش بیاد سرکوبشون کنه دیگه. حالا یکی از همین ارتشیا اومده بود بهشون کمک کنه. مثلا مگه داریم؟ طبیعتاً توی همچین شرایطی اون فرد قابل اعتماد نیست، به خصوص اگر سخنور قابلی هم باشه که ناپلئون بود و تونسته بود از دل نسل جوان همراهانی هم برای خودش دست و پا کنه. در نتیجه ناپلئون طرد شد و مجبور شد دوباره برگرده پاریس و آرزوی پیشرفت فردی رو تو همون ساختار ارتش پیگیری کنه. در واقع مجبور شد بیفته تو همون مسیر تبدیل شدن به یک شهروند متوسط واقعا. خب گفتیم که ساختار اجتماعی فرانسه ناپلئون رو به سمت متوسط باقی موندن سوق داد. اما اگر خود ساختار اجتماعی یهو فرو بپاشه و نظم جدیدی روی کار بیاد چی میشه؟ بله، اون وقت داستان برای تمام اجزای اون جامعه از جمله آقای ناپلئون هم میتونه فرق کنه و فرق کرد. اتفاقی که در 14 ژانویه 1789 افتاد، انقلاب کبیر فرانسه، زمانی که ناپلئون 21 ساله بود. در واقع توده های به سطوح اومده از فقر و تبعیض طبقاتی به زندان باستیل حمله کردند. البته اونها رؤیای انقلاب در سر نداشتن، نه آلترناتیوی وجود داشت، نه گروه اپوزیسیون منسجمی و نه حتی رهبری برای جنبش مردمی. چرا حمله کردن؟ مردم می دونستند یا حداقل گمون می کردن در زندان باستیل هزاران نفر مثل خودشون اسیرن و البته اونجا احتمالاً اسلحه هم هست. در عمل وقتی زندان باستیل فتح و به آتش کشیده شد، نه تعداد زندانی ها زیاد بودن، نه چندان اسلحه اونجا وجود داشت. ولی خوب توجه کنیم به تاریخ. در دوران انقلاب هیچ امری نیرومند تر از سقوط مظاهر حکومت نبوده. زندان باستیل هم نماد حکومت لوی 16 بود و سقوطش نمادی از سقوط نظام حاکم. از اون طرف فرانسه در جنگ‌های داخلی آمریکا دخالت داشت و با پایان اون جنگ‌ها حالا دولت فرانسه یه دولت بدهکار بدبختی بود اصلا. افزایش مالیات و سیاست‌های غلط کشاورزی هم باعث شده بود مردم حسابی کلاً دیگه شاکی بشن. این در حالی بود که طبقه اشراف و مایه‌دار در ناز و نعمت زندگی می‌کردند. در واقع در باریان و اشراف خیلی دید درستی اصلا نداشتن که کف خیابون و کف جامعه و در بطن جامعه چه خبره. مثالش چیه؟ زن لویی 16 خانم ماری آنتوانت یه جمله معروف داره. ایشون زن پادشاه فرانسه است دیگه، یه جمله معروف داره، میگه وقتی صدای انقلاب بلند شد این خانم از اطرافیانش پرسید که اینا چی میخوان، چی میگن سر و صدا. اطرافیان گفتن که خانم جان اینا نون ندارن بخورن، گناه دارن گشتن. ایشون میگه که خب اشکال نداره که حالا نون نمیتونن بخورن، کیک بخورن. ها آشناس البته که اگر مثلا گوشت نمیتونید بخورید، آبزیان ماهی بخورید. ها تاریخ تکرار میشه. بگذاریم. آقای لویی 16 یعنی شوهر همین خانم که گفت نون نخورید کیک بخورید، کم کم صدای انقلاب مردم رو شنید و اعلام کرد که میخواد پادشاهی مشروطه راه بندازه. اما دیگه دیر شده بود، زنش گفته بود اونو، چرخ انقلاب داشت از روش رد میشد و رد هم شد.
کل خانواده سلطنتی اعدام شدند. آناتول فرانس نویسنده فرانسوی چی میگه؟ میگه کامل ترین انقلاب اونیه که در اون آخرین پادشاه با روده آخرین کشیش به دار آویخته شود. اصلا تفکر انقلابی، کاری که البته انقلابیون فرانسه میخواستن بهش دست بزنن. انقلاب کبیر فرانسه علیه دربار و روحانیون کلیسای کاتولیک که حامیان در واقع پادشاهی و دربار بودند، با همراهی گروهی از ثروتمندان و به اصطلاح بورژواها، یعنی ژاکوبن‌ها که رهبرشون هم آقای ماکسیمیلیان روبسپیر بود، پیروز شد. نکته مهمیه، خیلی جالبه، این یکی از معدود مواردیه که سرمایه داران بزرگ هم میان و کنار انقلابیون که اغلب آدمهای فرودست جامعه و بدبخت بیچاره ها بودند قرار میگیرن. شاید به همین دلیله که از اینجای تاریخ به بعد وقتی نگاه میکنیم سرمایه داران جهان تجربه انقلاب فرانسه رو سرمشق قرار دادند و عموماً در ادامه در مواجهه با انقلابهای دیگه محافظه کار شدن. اصلا سرمایه دارا، بازاری ها، و چه کردند؟ در کنار ساختار موجود یعنی حاکمان قدرت قرار گرفتند که موقعیتشون از دست ندن، به جای اینکه بیان در کنار انقلابیون قرار بگیرند. حالا تجربه انقلاب فرانسه مگه چی بود که این اتفاق افتاد؟ ها؟ هرج و مرج، فساد، جنایت و خون و خونریزی و البته فقر. آقای روبسپیر که خودش یکی از سران کمون پاریس یا همون ساختار سیاسی که بعد از انقلاب بر فرانسه حاکم شد بود و البته دادستان انقلاب هم بود و دستور اعدام ده ها هزار نفر رو به وسیله گیوتین داده بود، در نهایت خودش هم به تیغ گیوتین سپرده شد. اینه که در انقلاب‌های بعدی مایه‌دارها رفتن پشت ساختار حکومت که موقعیت از دست نره، چون اگه برگرده برق خودشون هم به تیغ سپرده میشن. فرانسه بعد از انقلاب کبیر همچین فضایی رو تجربه میکرد، دورانی که بهش میگن حکومت وحشت. با شروع انقلاب کبیر اما ناپلئون جوون نمیدونست باید کدوم سمت تاریخ وایسه، بره سمت انقلابیون یا بره سمت سلطنت طلبا. یعنی به قول شاعر که میگه کیو انتخاب کنم، کدومو جواب کنم. در نهایت ناپلئون از ارتش استعفا میده و میره کورس تا با استقلال طلبان علیه انقلابیون مبارزه کنه. کمی که میگذره ناپلئون میفهمه که آقا باد داره به پرچم کی میوزه. به کی میوزه؟ طبیعتاً به پرچم انقلابیون میوزده اون زمان. پس ناپلئون برمیگرده پاریس و میشه جزئی از گروه همون ژاکوبن ها که اون زمان 500,000 جمعیت داشتن. اصلا زیاد بودن، قدرتشون هم بیشتر بوده. البته که آقای ناپلئون سیاسی نبوده، آدم نظامی بوده دیگه، گفتیم. پس دوباره میره در دل ارتش، به یکی از فرماندهان حالا حامی انقلاب تبدیل میشه. همه اینها به کنار، ستاره اقبال آقای ناپلئون تازه سال 1793 میلادی شروع به درخشش میکنه. با وقوع انقلاب فرانسه جنگ های بزرگ اروپا شروع شد. قدرت کلیسا در سرتاسر اروپا تحلیل رفته بود و حالا وقتش بود که چی؟ مرزهای جدیدی، البته بدون دخالت ایشالله کلیسا، شکل بگیره. فرانسه روی یه سری از مناطق مرزی نظر داشت، میخواست اونجاها رو. یه سری دیگه از کشورها هم قصد داشتن از هرج و مرج داخل فرانسه استفاده کنن، بیان یه بخشایی از این کشور رو ضمیمه خودشون کنن. از اون ور یه سری از کشورها مثل انگلیس میترسیدن انقلاب فرانسه به کشور خودشون هم سرایت کنه، بیچاره شناسن، و میخواستن فرانسه رو تو هرج و مرج نگه دارن. نتیجه در اروپا جنگ بود و جنگ بود و جنگ.
و قطعاً این فضا مناسب بود برای کی؟ برای جنگ سالاران. و اگر شما در همچین فضایی یک جنگ سالار نابغه باشی، میتونی دست به کارهای بزرگی بزنی. دقیقاً همونطور که تاریخ برای آقای ناپلئون جنگاور رقم زد. ۱۷۹۳ میلادی انگلیسی ها به همون دلیلی که گفتیم که دوست داشتن فرانسه در هرج و مرج بمونه که نکنه در انگلیس هم انقلاب شه، وارد شهر تولون در جنوب فرانسه شدند و اونجا رو اشغال کردند تا به سلطنت طلبان فرانسه کمک کنن که دوباره پادشاهی برگرده تو فرانسه. ارتش انقلابیون فرانسه اما سریعا دست به کار شد و شهر را محاصره کرد و نتیجه جنگ بین انقلابیون با ضد انقلاب ها و انگلیس ها گره خورده بود. تا چی شد؟ قرار شد واحد توپخانه به فرماندهی آقای ناپلئون بناپارت به میدون بیاد. آقای ناپلئون شهر تولون رو طوری به توپ بست که تمام دشمنان حاضر در اون تار و مار شدند. حدود 40,000 نفر در این حمله توپخانه‌ای کشته شدند. نبرد تولون دستاورد درخشانی بود برای ناپلئون. سریعاً ایشون در ساختار ارتش پیشرفت کرد. دو سال بعد هم سلطنت طلبانی که قصد داشتن مجلس فرانسه رو تصرف کنن توسط آقای ناپلئون به توپ بسته شدند و صدها نفر هم اینجوری کشته شدند. خود آقای ناپلئون میگه که اون روز قشنگ ترین روز زندگی من بوده، خیلی درام بوده اون روزی که مجلس رو به توپ بسته. خلاصه آقای ناپلئون اینطوری شد فرمانده ارتش فرانسه در ایتالیا. پیشرفت ناپلئون در ساختار ارتش مصادف بود با زوال و ناکارآمدی دولت انقلابی فرانسه، البته که در این بره اسمش چی بود؟ دایرکتوار. یعنی چی؟ دایرکتوار یعنی هیئت مدیره. ناگفته پیداست که چه خبر بوده، اصلا شلم شوربایی بوده دیگه ها؟ اوکی. وضعیت اقتصادی هم از دوران حکومت لویی 16 اساساً بدتر بوده. دولت انقلابی اومده بود روی کار و پول کاغذی چاپ کرده بود. تا پیش از این، یعنی در دوران پادشاهی، فرانک فرانسه فقط سکه بود که از چی تولید میشد؟ از فلزات قیمتی مثل طلا و نقره و این مسائل. خودش ارزشمند بود، اصلا اسکنازی وجود نداشت. اقتصاددان ها اومدن گفتن آقا جان پشتوانه این کاغذی که داری چاپ میکنی چیه؟ سیاسیون گفتن زمین ها و این مسائلی که از فئودالا گرفتیم، کلیسا گرفتیم، دیگه شلوغش میکنی. نتیجه هی پول کاغذی چاپ شد و در ادامه هی تورم بالا رفت، یه رقمی، دو رقمی و ایشالله سه رقمی. مردم همه دلال شده بودن، چقدر آشناس، همه زبل شده بودن. اسکناساشون رو تبدیل میکردن به سکه و ملک و کالا و هی این تورمی که بهش میخورد باعث میشد سود کنن و اولش هم حال میکردن. اما کم کم اوضاع دیگه خیلی به هم ریخت، مثل وضعیتی که ما امروز، البته 250 سال بعد از اون وضعیت فرانسه، داریم تجربه میکنیم دیگه ها. صفحه مثلا دلار، صفحه سکه، بورس و امثال هم که مثلا یه شبه یارو همه چی شاید دست میده و ارزش مثلا پولش نصف میشه. بله، تاریخی که تکرار میشه. خلاصه وضعیت فرانسه 250 سال پیش شبیه امروز ما بود تو بحث تورم و دلالبازی و این مسائل. در فرانسه اون زمان هم یه طبقه سرمایه‌دار و مایه‌دار شکل گرفت و الباقی مردم در فقر کامل، همون 96% و 4% های آقای قالیباف مثلا. سیاسیون هم تبدیل شده بودن در فرانسه، البته ها، به رشوه بگیرهای قهار، راندخورها، آقازاده ها و غیره که در راست
راستای اهداف همون سرمایه دارها هی چی کار میکردن؟ پول چاپ میکردن در اون موقع فرانسه. حتی خیلی جالبه، پول غرامت جنگ هایی که قرار بود فرانسه بره و پیروز بشه درش هم شده بود پشتوانه چاپ پول. یعنی ممکن بود اصلا جنگ شکل نگیره، برن شکست بخورن. خیلی جالبه. در نهایت نقدینگی بیداد میکرد. اوضاع که بدتر و بدتر شد، دولتی ها اومدن چیکار کردن؟ رو آوردن به اقتصاد دستوری. چقدر آشناست تاریخ دیگه، تاریخ کلن آشناست. گفتن آقا جان باید قیمت ها تثبیت شود، باید کنترل شود، باید پایین بیاید. و خب طبیعتاً اقتصاد دستور بردار نبوده و نیست. و چی شد؟ قیمت ها تثبیت نشد در فرانسه البته. و دولت چیکار کرد؟ شروع کرد به قطع کردن سر گران فروشان. تو نمونه ما مثلا سلطان سکه رو اعدام میکنن، اونجا خیلی اوضاع بدتر بود واقعا، کسبه عادی رو هم گردن میزدند. خلاصه اوضاع خیلی شیر تو شیر بود. در واقع گناه کرد در بلخ آهنگری به شوشتر زدند گردن مسگری. یعنی چی؟ یعنی دولتی ها، سیاست مدارا، آقازادگان و اشراف پول چاپ کردن، تورم شد، چیز کردن تو اقتصاد رفت. نتیجه چی شد؟ مردم بدبخت و کسبه بدبخت اعدام شدند. تاریخ بله. اوضاع نابسامان دولت باعث می شد تا باز هم کشورهای همسایه برن تو کار تصرف بخشهایی از خاک فرانسه. یکی از این کشورها اتریش بود و دلیلش هم چی بود؟ جالبه، ماری آنتوانت اتریشی بود، یعنی همون زن لویی 16 هم که اون جمله معروف رو داشت که اگه مردم نون نمیتونن بخورن خب برن کیک بخورن، و در نهایت کشته شد توسط انقلابیون. اتریش به دلیل همین کشته شدن ایشون خیلی با انقلاب فرانسه دشمن بود. نهایتاً اتریشی ها حمله کردن به ایتالیا که مجموعه ای از مناطق خودگردان بود اون زمان، یعنی یک کشور واحد نبود. ما بخشی از تاریخ ایتالیا رو در پادکست مورخ در قسمت مربوط به تاریخچه مافیا توضیح دادیم که میتونید ببینید یا بشنوید. بخشی از این ایتالیا تحت اشغال فرانسه بود اون زمان. فرمانده ارتش فرانسه در منطقه ایتالیا کی بود؟ گفتیم آقای ناپلئون. ناپلئون شکست سنگینی به اتریشی ها تحمیل کرد و تونست ونیز که برای 1000 سال مستقل بود رو هم تصرف کنه. این هم یه پیروزی بزرگ دیگه توسط آقای ناپلئون برای فرانسه. ناپلئون مغرور از پیروزی در ایتالیا حالا رفت به سمت جنوب. حالا اون میخواست ضرب شستی به انگلیس که حامی سلطنت طلبان بود نشون بده. نتیجه مصر رو که در تصرف انگلیس و عثمانی بود تصرف کرد. بعد برگشت بالا، دمشق و غزه و حیفا رو هم از چنگ عثمانی ها در آورد. البته انگلیس در نهایت تونست قوای ناپلئون رو از مصر دور کنه. ولی خب آوازه ناپلئون دیگه همه جا رو گرفته بود. در ادامه فتوحات این فرمانده بی‌نظیر ارتش فرانسه، یعنی ناپلئون جوان، تا 1799 ادامه داشت. حالا دیگه نیروی نظامی بهش این قدرت رو داده بود که میتونست در عرصه سیاست هم بره یه کارایی بکنه. پس ناپلئون بناپارت برگشت جایی که قرار بود دست به کارهای بزرگی بزنه. اوضاع در پاریس شیر تو شیر بود. از یه طرف سلطنت طلبان میخواستن یه پادشاهی مقتدر رو دوباره سر کار بیارن، از اون طرف اعتدالیون دنبال یه پادشاهی مشروطه بودن، این سمت ژیروندن ها جمهوری خواهان معتدل بودن، اون سمت هم که اصلا ژاکوبن ها جمهوری خواهان تندرو بودن، اصلا یه بعضی زیادن بودن. همه اینها به جون هم افتاده بودن. این اوضاع در پاریس بود یه جورایی.
و چی شد؟ دولت اول انقلاب بعد از جنایات بسیار که باعث اعدام حدود 17,000 نفر شد، از جمله آقای لاوازیه شیمیدان معروف، سرنگون شد. این از دولت اول. دولت جدید هم در اداره امور ناتوان بود. چی شد؟ یک خلأ قدرت کامل وجود داشت. تو پرانتز بگم ما هم در تاریخمون یه همچین فضایی رو داشتیم. اگر قسمت مربوط به آتاتورک و رضا شاه رو از مورخ دیدید یا شنیدید، ما اونجا گفتیم که رضا شاه توی همچین شرایط خلأ قدرت و از هم گسیختگی سیاسی بود که تونست بیاد قدرت رو در دست بگیره و البته سر و سامون بده مملکت رو. آقای ناپلئون بناپارت هم داشت به پاریس می اومد تا دقیقاً همین کار رو بکنه. دولت دایرکتوار یا همون هیئت مدیره که گفتیم در حفظ امنیت ناتوان بود، ولی از اون طرف هم هیچ کس جرأت نداشت علیه دولت کاری بکنه. چرا؟ همه میترسیدن که دوباره عصر وحشتی به راه بیفته و همون بحث گیوتین و کشتن و کشت و کشتار خون و خونریزی. کی میتونست تو این شرایط هم امنیت رو حفظ کنه، هم اجازه نده شرایط به هرج و مرج سابق برگرده؟ یک نظامی مقتدر قطعا. کی؟ آقای ناپلئون بناپارت. ناپلئون با قشونش به پاریس اومد. تازه اومد رفت بین مردم تا اون زده، حسابی دلبری هم کرد ایشون و بعد هم از فرصتی که اتریش براش ایجاد کرده بود استفاده کرد و در نهایت در 19 نوامبر 1799 میلادی کودتا کرد ایشون. اتریش چیکار کرد؟ مجدداً به فرانسه حمله کرده بود اون زمان و این بهترین فضا برای یک نظامی قدر قدرت بود که کودتا کنه دیگه، و کرد. دولت جدیدی که ناپلئون پایه‌گذاری کرد اسمش چی بود؟ دولت کنسول‌ها. 3 نفر معروف به 3 کنسول دولت رو اداره می‌کردند که در رأسشون هم خود آقای ناپلئون بود. توجه کنیم که ناپلئون اینجا فقط 30 سالش بود. سه سال طول کشید تا ناپلئون بتونه کامل قدرت رو در دست بگیره. خودش رو کنسول دائم العمر بنامه و بعد هم لقب امپراتور برای خودش انتخاب کنه و اینطوری اولین امپراتوری تاریخ فرانسه رو پایه‌گذاری کنه. ناپلئون در کلیسای نوتردام پاریس تاج گذاری کرد. همون کلیسای تاریخی که چند سال پیش آتیش گرفت البته. حضور در کلیسا یعنی به رسمیت شناختن دوباره نهاد کلیسا و این خیلی از مردم مذهبی و ضد انقلاب رو راضی می کرد. البته که ناپلئون حاضر نشد پاپ تاج رو بذاره سرش و خودش این کار رو کرد تا نشون بده کلیسا باید جایگاه خودش رو بدونه. به هر حال ناپلئون به یک دیکتاتور مصلح تبدیل شد که اگرچه به هیچ وجه قائل به آزادی سیاسی نبود، ولی تونست کشور را بندازه تو ریل توسعه و مدرنیزاسیون. یعنی تا قبل از ناپلئون آزادی سیاسی و مطبوعاتی تا حدودی وجود داشت، اما امنیت و توسعه‌ای وجود نداشت. با حضور ناپلئون حالا در رأس قدرت اوضاع برعکس شد. امنیت بود، آزادی نبود. و تاریخ چی میگه؟ البته اگر به نظر میرسه حضور ناپلئون در عرصه سیاست فقط به اوضاع احوال مملکت بستگی داشت و خودش از قبل خیلی برای کسب جایگاه سیاسی برنامه ریزی نکرده بود، زهی خیال باطل. ایشون در مارسی عاشق خواهر زنداداشش میشه، خانومی به نام دزیره کلاری. کی بوده این خانوم؟ دختر یه تاجر پولدار. داداش ناپلئون هم گویا به واسطه پول و پله بابای با خواهر ازدواج کرده بود. اصلا خلاصه
ناپلئون و دزیره خیلی عاشق معشوق طور با هم قرار ازدواج میذارن، ولی آقای ناپلئون میخواسته بره پاریس دیگه، که بره تو دولت انقلابی به ارتش بپیونده. کی؟ 1794 میلادی، یعنی حدوداً 5 سال قبل از کودتای آقای ناپلئون. حالا همین آقای ناپلئون پول رفتن به پاریس هم نداشته، نتیجتاً 98 فرانک از خانم دزیره قرض میکنه و میره پاریس. کلی هم وعده وعید میده به اون خانم دزیره که من برم موفق شم میام میگیرم تو، خونه چند متری دوست داری، کجای مارسی بگیریم، اسم بچه‌مون چی باشه، چه آینده‌ای که نداریم از این حرفا. ولی خب قدرت چی ایجاب میکنه؟ قدرت ایجاب کرد در پاریس این آقا با یک دختر از خانواده بانفوذتر ازدواج کنه. و کی بود اون دختر؟ خانم جوزفین بوهارنه، خانومی که 6 سال از خودش بزرگتر بود، از ازدواج اولش 2 فرزند داشت، ناپلئون رو اساساً خیلی دوست نداشت، تازه دست بزنم داشت و شوهرش که باز خودش قدر قدرتی بود در جهان رو میزد، ولی خب از خاندانی بود که قدرت داشتن دیگه. نتیجتاً ناپلئون بناپارت باش ازدواج کرد. البته که ناپلئون بعدن که به قدرت رسید اون 98 فرانک خانم دزیره رو پس داد، خداییش اینجوری نبود. ولی نکته قابل توجه چیه؟ اینکه اگرچه به نظر میرسه ناپلئون و جوزفینی که باهاش ازدواج کرده بود به واسطه قدرت و در واقع نفوذی که اون بنده خدا داشت، این دوتا چندان علاقه‌ای به هم نداشتن و به هم متعهد نبودن، ولی آخرین کلمات ناپلئون قبل از مرگش اینا بود: فرانسه، ارتش، در رأس ارتش، جوزفین. یا حالت البته هزیون طور بوده گویا، حالا اینکه از شدت عشقش بوده به جوزفین یا از ترس و ناراحتی و کتک و این مسائل دیگه، قضاوتش با شماست. نکته قابل توجه دیگه‌ای که در رابطه با زندگی خصوصی ناپلئون وجود داره اینه که آقای ناپلئون از جوزفین بچه دار نمی‌شد، پس در نهایت از هم جدا شدند. ناپلئون با خانومی به نام ماری لوئیز، دختر امپراتور اتریش، ازدواج کرد و از اون صاحب یک پسر هم شد. اما اجازه بدید بریم سراغ دوران حکمرانی ناپلئون. وقتی انقلاب کبیر فرانسه پیروز شد، شرایط فرانسه به گونه ای بود که ملت باید یه گونی فرانک می بردن، یه تیکه نون بی کیفیت می گرفتن. تورم اینجوری بالا بود. در دوره 10 ساله بعد از انقلاب هم چه اتفاقی افتاد؟ وضع اقتصاد نه تنها بهتر نشده بود، گفتیم به واسطه اون تورم ها و پول چاپ کردن ها و اینها روز به روز بدتر هم شده بود، جوری که وقتی ناپلئون به قدرت رسید دولت فرانسه 474 میلیون فرانک بدهی داشت، در حالی که کلن 167 هزار فرانک تو خزانش پول بود. یعنی هیچی به هیچی. آقای ناپلئون تونست همچین اقتصاد از هم پاشیده ای رو سر و سامون بده، واقعا سخت بوده، طوری که چند سال بعد فرانک فرانسه تبدیل میشه به باثبات ترین پول کل اروپا. عملکرد ناپلئون در حوزه اقتصاد و صنعت فوق‌العاده بود، اما شاید بشه گفت مهمترین دستاورد ناپلئون این نبود. تدوین حقوق مدنی فرانسه، معروف به ناپلئون کد، بزرگترین دستاورد ناپلئون بود. قانونی بر پایه نظام حقوقی رومی جرمنی که ناپلئون تدوینش رو از کشور گشایی هم مهمتر میدونست. عجیبه. قانونی که اساس قوانین مدنی در دنیا رو تحت تاثیر قرار داد و خیلی از نظام‌های حقوقی از جمله نظام حقوقی ایران چه پیش از انقلاب و چه بعدش متأثر از همین قانون هستند. در نهایت ناپلئون کد باعث شد فرانسه به بزرگترین قطب حقوق دنیا تا به امروز تبدیل بشه. اما واکنش قدرت‌های اروپایی به ظهور این ابرقدرت چی بود؟ جنگ. جنگ با یک جنگاوری که هیچ چیزی رو بهتر از پیروزی در نبرد بلد نبود. این کار ساده‌ای هم نبود. ائتلافی از قدرت‌های اروپایی از بعد از انقلاب کبیر فرانسه با این کشور در افتاده بودند. این جنگ‌ها در دوران ناپلئون دیگه به اوج خودش رسید.
به این مجموعه جنگ ها میگن چی؟ جنگ های ناپلئونی که بیش از 6 میلیون کشته بر جا گذاشت در نهایت، و خیلی هم شبیه بود به دو واقعی که در قرن بعد از خودش اتفاق افتاد، یعنی جنگ های جهانی اول و دوم. به هر حال به این سلسله نبرد های ناپلئون میگن جنگ های ناپلئونی که 12 سال طول کشید. یکی از مهمترین این جنگ ها نبرد ائتلاف سوم بود که از 1803 میلادی تا 1806 بین امپراتوری بریتانیا، امپراتوری روسیه تزاری و امپراتوری مقدس روم و با همراهی سلطنت طلبان فرانسه، البته اینا از یک طرف، با ناپلئون و مؤتلفینش مثل اسپانیا یا پادشاهی ایتالیا و اینها از طرف دیگه، بین اینا این جنگ در گرفت و نتیجهش پیروزی اولیه ناپلئون طی 9 روز در نبرد آسترلیتس بود و در ادامه جنگی 3 ساله و کشورگشایی های پی در پی آقای ناپلئون. و البته اتفاق بسیار مهم در تاریخ، نابودی امپراتوری مقدس روم برای همیشه در تاریخ. بعد از این هم ائتلاف چهارم و پنجم بود که نتیجهش باز هم برای ناپلئون پیروزی و گسترش سرزمینی بود. هلند، سوئیس، پروس، بلژیک، همه و همه به خاک فرانسه ضمیمه شدند. بعد از نبرد ائتلاف پنجم، ناپلئون قصد داشت بره سر وقت دو ابرقدرت اروپا، یعنی روسیه تزاری که حسابی فرانسه را اذیت کرده بود و همینطور بریتانیایی که اگر فرانسه در خشکی قدرت برتر بود، بریتانیا در دریا قطعا قدرت مطلق بود. پس لشکرکشی کرد ناپلئون به روسیه. ما در قسمت‌های مربوط به جنگ جهانی دوم در 8 قسمت توضیح دادیم که وقتی آلمان نازی به شوروی حمله کرد، اون زمان استالین دستور داد استراتژی زمین سوخته رو اعمال کنن. چی بود این استراتژی؟ نیروهای روس به سمت شرق کشور عقب نشینی می‌کردن، سر راهشون هم هر چی امکانات و آبادی بود خودشون نابود می‌کردن، و وقتی ارتش نازی پیشرفت کرد، گرفتار سرما و قحطی و بیماری شد و حالا سایر داستان‌ها. دوست داشتین ببینید و بشنوید. این استراتژی دو بار قبلا توسط روس‌ها آزمایش شده بود و هر دو بار هم موفق بود. اولی در جنگ بزرگ شمالی بود، جنگی بین روسیه و امپراتوری سوئد که در قرن 18 میلادی اتفاق افتاد، و دومی هم همین حمله آقای ناپلئون بود به روسیه. ناپلئون با قریب به 500,000 نیروی نظامی وارد روسیه شد و خونین ترین نبرد قرن 19 رو در نزدیکی روستایی به اسم بوردینو رقم زد. 75,000 نفر کشته شدند تا نیروهای روس عقب نشینی کردند به مسکو. یه هفته بعد ناپلئون و نیروهاش رسیدن مسکو تا اونجا رو فتح کنن و همین کارم کردن، اما چیزی که منتظرش بودن با چیزی که میدیدن زمین تا آسمون فرق میکرد. مسکو به آتش کشیده شده بود، هیچ کس اونجا نبود و هیچ آذوقه‌ای هم برای نیروهای فرانسوی وجود نداشت. از اون طرف سرما و بیماری هم مزید بر علت شد تا در شروع نبرد ائتلاف ششم ناپلئون بناپارت بزرگترین شکستش رو متحمل شد. ناپلئون شکست خورد، اما حضور فرانسویان در روسیه باعث انتقال مفاهیمی در حوزه اندیشه به این کشور شد. ببین چی شد؟ مفاهیمی مثل سوسیالیسم، آزادی، برابری، کمونیسم، آنارشیسم و در نهایت انقلاب
اون موقع اصلا روسیه این چیزا رو به اون صورت نمیدونست. شاید بیراه نباشه اگر بگیم تمام انقلابهای بعد از انقلاب کبیر فرانسه در سطح اروپا از دل گسترش مفاهیم علوم انسانی به دلیل همین جنگهای آقای ناپلئون در سرتاسر قاره اروپا شکل گرفت و یکی از مهمترین این انقلابها هم کدوم بود؟ انقلاب اکتبر روسیه. جالبه جنبش انقلابی روسیه دقیقاً بعد از جنگ با فرانسه و در 1820 میلادی شکل گرفت و نزدیک 100 سال بعد با مبارزه تونست در 1917 میلادی پیروز بشه. خب برگردیم به داستان ناپلئون. ناپلئون بعد از شکست به فرانسه برمیگرده در حالی که سایر دولت‌های اروپایی از فرصت نبوده ایشون استفاده کرده بودن، به فرانسه حمله کرده بودن و یه سری از مناطقی که به دست ناپلئون قبلاً اشغال شده بود رو پس گرفته بودن. ناپلئون به فرانسه برگشت، توسط دولت مردان فرانسوی طرد شد، از قدرت کنار گذاشته شد و در نهایت به جزیره البا 50 کیلومتری کورس محل تولد ناپلئون تبعید شد تا باقی عمرش رو در اون جزیره بگذرونه. لویی 18 هم یکی از اعضای خاندان سلطنتی بوربون دوباره به سلطنت رسید و تمام آرمانهای انقلاب فرانسه نقش بر آب شد. فقط دو ماه ناپلئون فقط دو ماه تونست تو جزیره البا بمونه و در واقع نتونست تبعید رو تحمل کنه. اون با افسران وفادارش ارتباط گرفت و به خاک فرانسه برگشت. ناپلئون تونست باز هم نیروهاش رو سازمان بده و دوباره اعلام امپراتوری کنه. لویی 18 هم سریع فرار کرد و دوباره قدرت افتاد دست ناپلئون. ولی خب دیگه قدرت سابق برای ارتش فرانسه باقی نمونده بود. تلفات حدود نیم میلیونی در جنگ روسیه حسابی ارتش رو ضعیف کرده بود و نتیجه قدرت‌های اروپایی ائتلاف هفتم رو علیه ناپلئون راه انداختند. در شروع ائتلاف ششم گفتیم ناپلئون در روسیه شکست سختی خورد و اینجا ناپلئونی که برای اولین بار به دلیل مشکل بواسیر نمیتونست خودش روی اسب بشینه و ارتشش رو رهبری کنه، در جنگ واترلو در برابر ائتلاف هفتم دوباره شکست خورد. اون میخواست از همون روش روسیه استفاده کنه، یعنی دستور بده پاریس زیبا رو به آتش بکشند تا قوای دشمن در فرانسه گرفتار بشه. اما عشق، خانم دزیره، عشق دوران جوانی ناپلئون و همسر اون زمان پادشاه سوئد، ازش خواست که آقا این کارو نکن ناپلئون جانم. ناپلئون هم نظر معشوق سابقش رو با جان پذیرفت و تسلیم شد. قدرت‌های اروپای این بار ناپلئون رو به جزیره دور افتاده به اسم سنت هلن تبعید کردند و لویی 18 یه اسنب گرفت، سری برگشت و باز نشست بر مسند قدرت. ناپلئون در 5 می 1821 بر اثر سرطان معده در تبعید درگذشت، اما تأثیرات اون در سراسر دنیا موندگار شد. واقعا ناپلئون در تاریخ ایران ما هم تأثیر به سزایی داشته. چرا؟ در دوران ناپلئون دولت قاجار گرفتار بود بین دو قدرت جهانی، یعنی روسیه و انگلستان، دو کشوری که در آسیا و به خصوص در آسیای مرکزی طی یک نبرد استعماری که مشهور به بازی بزرگ با هم به شکل غیر مستقیم همواره درگیر بودند. این درگیری به جد دامن ایران رو هم گرفته بود. در واقع روسیه و انگلیس سیاست موازنه مثبت رو در ایران جفتشون پیگیری می‌کردن. یعنی چی؟ یعنی اگر یکیشون در ایران امتیازی می‌گرفت، اون یکی هم میشست میگفت آقا منم میخوام و یک امتیازی باید به من بدی و اون امتیاز رو هم می‌گرفت. این وسط پادشاهان قاجار همواره دنبال باز کردن پای یک نیروی سومی بودن در ایران که چی بشه؟ که این موازنه رو به هم بزنن. اما تاریخ چی میگه؟
دوران فتلی شاه قاجار مصادف شده بود با دوران اوج قدرت ناپلئون. پس ایران به دنبال شکست موازنه مثبت انگلیس و روسیه و فرانسه با هدف افزایش نفوذ آسیاییش یه عهدنامه ای رو با هم در لهستان امضا کردن به اسم عهدنامه فینکنشتاین. قرار شد چی بشه؟ فرانسه ارتش ایران رو مدرن کنه، تجهیزات بهش بده و از اون ور گرجستان و قفقاز رو هم به ایران برگردونه. ایران هم اجازه بده ارتش ناپلئون از طریق خاک ایران بیان ردشن برن هند که با نیروهای انگلیسی بجنگن. ناپلئون اما بعد از پیروزی اولیش بر قوای روس یه پیمانی رو با روس‌ها حالا امضا کرد و عملا زد زیر این پیمان، یعنی زد زیر توافقاتش با ایران و کشور ما رو در برابر تهاجم روس‌ها تنها گذاشت. روس‌های قاطی و ناراضی از توافق ایران با فرانسه هم اومدن چیکار کردن؟ گفتن اه چه خبر، توافق می‌کنی؟ گرجستان، ارمنستان و آذربایجان امروزی رو از ایران جدا کردند، بردند، خوردند. اما این تنها رد پای آقای ناپلئون بناپارت در ایران نیست. آقای کارل مارکس، اندیشمند بزرگ آلمانی که ایده مارکسیسم یکی از بزرگترین نتایج اندیشه ورزی ایشونه، در کتابی به اسم 18 برومر از اصطلاحی استفاده میکنه به اسم بناپارتیسم. اولین برومر چیه؟ اینو بگیم، یکی از ماهای تقویمه که بعد از انقلاب فرانسه به وجود اومد و 18 برومر هم به روز کودتای ناپلئون بناپارت و همینطور به کودتای لویی بناپارت که نزدیک به سالروز کودتای عموش به این داره اشاره میکنه. حالا این بناپارتیسم چیه؟ آقای مارکس معتقده در خلأ، یعنی در نبود قدرت اجتماعی و سیاسی بود که ناپلئون اول، یعنی ناپلئون بناپارت، و بعد هم ناپلئون سوم یعنی لویی بناپارت، برادرزاده همون آقای ناپلئون، این دوتا تونستن بیان تو فرانسه و کودتا کنن، قدرت رو در دست بگیرن. خیلی جالبه. حالا کودتای ناپلئون رو که گفتیم قبل‌تر و البته سرنوشتش هم گفتیم که دوباره لویی 18 اومد برگشت شد پادشاه. اما در سال 1848 میلادی لویی فیلیپ آخرین پادشاه فرانسه با یک انقلاب دیگه سقوط کرد و جمهوری دوم فرانسه شکل گرفت. کی شد رئیس جمهور؟ لویی بناپارت. کی بود؟ برادرزاده آقای ناپلئون بناپارت. یه ذره بعدش همین آقای لویی رئیس جمهور علیه سایر ارکان قدرت کودتا کرد، کاری که ناپلئون کرده بود، و خودش رو امپراتور نامید. لویی بناپارت 18 سال امپراتور فرانسه بود و دوران تاریکی رو رقم زد تا اینکه در جنگ با پروس و به دلیل سرپیچی لشکریانش از قدرت خلع شد و مثل عموش تبعید شد و در ادامه جمهوری سوم فرانسه شکل گرفت. آقای مارکس به قدرت گرفتن لویی بناپارت میگه بناپارتیسم. شاخصه بناپارتیسم حالا چیه؟ ظهور یک قدرت مطلق با توانایی‌های نظامی بالا. کجا؟ تو یک ساختار سیاسی، در حالی که اون ساختار از لحاظ سیاسی و اجتماعی ضعیف و بی تکلیف باشه. شاخصه دیگه چیه این بناپارتیسم؟ این که طبقه ای از اجتماع که مارکس بهشون میگه لومپن پرولتاریا، یعنی طبقه فرودست و حاشیه نشین، من تو پرانتز بگم ما تو ادبیات ایران هم داریم دیگه، لومپن رو داریم که مقدار مثلا طرف لومپنه یا رگ لاتی داره و چیزی شبیه به این دست، ما این رو همینجا داریم، اونجا هم همین منظور رو داره، طبقه فرودست و حاشیه نشین. یعنی شاخصه بعدی بناپارتیسم اینه که این طبقه هن که از قدرت گرفتن این فرد نظامی حمایت میکنن. ما تو قسمت رضا شاه و آتاتورک هم گفتیم در تاریخمون یک رضا شاه داریم ما که حضورش در قدرت خیلی شبیه به وضعیت قدرت گرفتن ناپلئون بناپارت بوده. اما ادعی پیشبینی میکنن ما در آینده هم ممکنه در کشورمون یک
بوناپارتیسم رو دوباره باهاش مواجه بشیم. کیا مثلا؟ مثلا آقای سعید لیلاز، تحلیلگر اقتصادی و سیاسی، یکی از این افراده. میگی نه؟ خدمت شما. سه تا مشکل اصلی ایران، یکی فساده، یکی ناکارآمدی، یکی عدم انسجام. من تصور میکنم در افق سیاسی ایران ما یک بوناپارت خواهیم دید. رفاه و امنیت یا آزادی و دموکراسی، وقتی این دوتا هم راستای هم قرار نگیرن، یکی از بزرگترین دوراهی های تاریخ بشر رو رقم میزنن. نمونهش انقلاب کبیر فرانسه، انقلابی که جالبه قبلا هم گفتیم در مورخ، انقلابی که با شعار برابری، برادری و آزادی پیروز شد، ولی نتیجه‌اش چی بود؟ یکی از سیاه‌ترین دوران تاریخ، به شکلی که ایده جمهوریت رو برای سالها در ذهن جهانیان تخریب کردند. و نتیجه همون انقلاب کبیر فرانسه این شد که یک حکومت اقتدارگرا و جنگ طلب رو روی کار آورد در ادامه تا بتونه به اوضاع سر و سامون بده. این بزرگترین درسیه که میشه از داستان آقای ناپولئون بوناپارت گرفت، درسی که خطاب به تمام بشریته. فریاد میکنه که آی مردم، تا جای ممکن رفاه و امنیت رو قربانی آزادی نکنید و بالعکس آزادی و دموکراسی رو سر نبرید جلوی پای امنیتتون. زمان ما به فرجام رسید و کلام ما هم. من احمد هاشمی هستم و تنها نیستم. این اپیزود هم به همت تیم پادکست مورخ در استودیو پیکان تهیه و تولید شد. تا چند روز آتی و موضوع جذاب بعدی، سالم باشید و در صلح. شما رو به تاریخ میسپارم و میبینمتون.